سیزدهم ذی‌الحجه ساروز وفات میرزا محمد تقی شیرازی مشهور به میرزای دوم است. آن مرحوم از مراجع تقلید و رهبر سیاسی نهضت استقلال طلبی عراق در برابر استعمار انگلستان بود. از معروفترین اقدامات میرزا محمد تقی شیرازی صدور فتوا با مضمون وجوب نبرد با انگلیسی‌ها برای استقلال عراق بود. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید. میرزا محمد تقی شیرازی معروف به میرزای دوم از مراجع تقلید و رهبر سیاسی نهضت استقلال طلبی مردم عراق در برابر استعمار انگلستان بود. آن مرحوم در 1256 قمری در شیراز به دنیا آمد و از 1271 قمری در کربلا اقامت گزید. تبار میرزا محمد تقی شیرازی از ایل زنگنه است که اجدادش در حکومت زندیان در شیراز پایتخت وقت ایران ساکن شده بودند. محمد رضا شیرازی فرزند او بود که توسط انگلیسی ها در زمان جنگ جهانی اول و قیام 1920 میلادی عراق به اعدام محکوم شد، اما از مرگ رهید و بعدها به عنوان نماینده در مجلس شورای ملی در ایران انتخاب شد. آن مرجع مجاهد در کربلا نزد فاضل اردکانی تلمذ نمود و در سال 1291 قمری به سامرا رفت و در درس میرزای اول شرکت نمود. پس از درگذشت میرزای اول در 1312 قمری زعامت حوزه علمی سامرا را بر عهده گرفت. در سفر 1336 قمری به کاظمین سپس به کربلا رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. مهاجرت او به کربلا موجب انسجام و همسویی علمای کربلا و نجف و همراه نمودن عشایر و زمین ساز آمادگی برای مقاومت در برابر استعمار انگلیس گردید. پس از درگذشت میرزا محمد حسن شیرازی یعنی میرزای اول در سال 1312 قمری، برخی از مقلدان او از محمد تقی شیرازی تقلید می کردند و با درگذشت آخوند خراسانی در 1329 قمری و شیخ عبدالله مازندرانی در 1330 قمری مرجعیت در چند نفر از جمله سید کاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ مهدی خالصی و میرزا محمد تقی شیرازی تقسیم شد و پس از درگذشت سید کاظم یزدی در 1337 قمری مرجعیت عام شیعیان در میرزا محمد تقی شیرازی تعین پیدا کرد. میرزا محمد تقی شیرازی در سال 1329 قمری پس از حمله قوای روس به شمال ایران با صدور فتوایی در لزوم جهاد با آنان تاکید کرد. پس از اشغال فاف توسط نیروهای انگلیسی که مقدمه اشغال عراق بود، میرزا محمد تقی در سامرا سه فتوای جهاد صادر کرد و عشایر مسلمانان را بر ضد انگلیسی ها دعوت نمود و فرزندش محمد رضا را جهت پیوستن به مبارزان به کاظمین فرستاد. میرزا محمد تقی شیرازی در 13 ذی‌الحجه 1338 قمری رحلت نمود و بر پایه برخی اخبار وی در اثر مسمومیت به دست انگلیسی ها به شهادت رسید و پس از تشییع کم نظیر و پرشمار در حرم امام حسین علیه السلام دفن شد. آن مرحوم در هنگام وفات 68 سال داشت. مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در احوالات مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی فرمودند در تاریخ آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی که با اشغالگران انگلیسی جنگید آمده است که در داخل عراق افرادی بودند که او را به مزدوری برای انگلیس متهم می کردند. این افراد برای مردم شناخته شده بودند و وقتی از ایشان درخواست می شد که شهریه آنان را قطع کنند نمی پذیرفتند. این اخلاق، ایمان، صبوری، تحمل و متحد کردن مؤمنان و پرهیز از پراکندگی با وجود اختلاف نظرها و متفاوت بودن سلیقه ها سبب شد تا او بتواند به پشتوانه ملت عراق به مسافه بزرگترین قدرت روی زمین برود و بر آن پیروز شود.
علی اکبری، اخبار شیعه.